اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعدام پنج زندانی در اصفهان، زنجان، خرم‌آباد، دسفول و کرمان شیوع کرونا در زندان‌های اوین و تهران بزرگ دشخیمان رژیم آخوندی روز پنجشنبه دوازده همه اسفند یک زندانی را در زندان دسفول اعدام کردند دادستان ضد انقلاب شوش گفت این زندانی به اتهام قتل یک مامور نیروی سرکوبگر انتظامی محکوم به اعدام شده بود علاوه بر این روز چهارشنبه 11 اسفند یک زندانی 36 ساله به نام اکبر شاهسوند در زندان دستگرد اصفهان حلقاویز شد روز دوشنبه نهم اسفند مراد صالح بیگ 45 ساله پس از 5 سال حبس در زندان زنجان اعدام شد دشخیمان رژیم قبل از اعدام به او 74 ضربه شلاق زدند. همچنین روز یک شنبه هشتم اسفند علی حیدر دهقانی چهل ساله در زندان خرم آباد و جاسم قنبری سی ساله از هموطنان بلوچ در زندان جیرفت کرمان حلقا شدند. با این حساب رژیم آخوندی تا کنون سیزده زندانی را در اسفند ماه اعدام کرده است. سوی دیگر شیوع کرونا در زندان‌ها از جمله در زندان اوین و تهران بزرگ همچنان ادامه دارد اما زندانبانان رژیم هیچ اقدامی برای پیشگیری از گسترش پاندمی و یا درمان مبتلایان نمی‌کنند در زندان تهران بزرگ تعدادی از زندانیان در اثر کرونا جان باختند اما زندانبانان از انتشار اخبار آن جلوگیری می‌کنند در اوین نیز در حالی که شمار زیادی از زندانیان بند هشت مبتلا به کرونا شدند ولی بهداری زندان فقط یک پزشک دارد و از داروهای ضروری نیز خبری نیست مقاومت ایران ملل متحد و ارگانهای زیرفت و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام و آزادی موقت زندانیان تا پایان دوران پاندمی کرونا پرامی خواند. شورای ملی مقاومت ایران دوازدهم اسفند 1400.